داریم واسه یه مراسم مهم آماده میشیم. کارا خیلی زیاده. وقت سر خاروندنم نداریم عزیزم. آه، چنارم که رسید. میبینم دنیز. وقتی زیادی زنگ زد مجبور شدم جواب بدم. دنیزه. بله دنیز. آره ما توی یه جلسه کاری هستیم. میشه بعدن حرف بزنیم؟ باشه بعدن حرف میزنیم. خسته نباشی چنار. مامان میشه یکم حرف بزنی؟ من نمیخوام باهات حرف بزنم. چرا منو نمیبخشی؟ این قشنگترین هدیه‌ای بود که اون برام خریده بود. من از تو هدیه نمیخواستم. تو توی هر تولدم حتما برام هدیه میخریدی. حتی اگه اینا کوچیک به نظر برسن ولی خیلی با ارزشن. الان به سختن این قسمت رسیدیم. هایکو خوبی عشقم؟ نه جواب تلفنو میدی نه جواب پیامو. خوبی؟ کاملا خوبم. چیزی واسه نگرانی نیست. خیلی نگرانم. تا باید همدیگه رو ببینیم. به نظر منم همینطور. زمان و مکانشو بگو. من همونجا میام باشه؟ هر جا بگی خودمو میرسونم. چنار؟ چنار؟ بله. چیزی گفتی؟ گفتم ولی مثل اینکه حواست نیست. صدامو نشنیدی. مشکلی پیش اومده. الا خستم. میشه یکم استراحت کنیم؟ البته که میشه. تو یکم هوا بخور منم یه قهوه میخورم و میام. خیلی خوب عالیه. کجا موندی مرت؟ بیا دیگه. آیکا؟ خیلی خوب شد که زنگم رو جواب دادی. نگرانت بودم. آه.
همینطور که میبینی کاملا خوبم، چیزی واسه نگرانی نیست. تو چت شده آیکو؟ به نظر یکم مضطرب میای. چیزی هست که بخوای بگی؟ این جعبه مال توه. ای بابا، تولدم هم که نیست. ولی اینا چیزایی که از تو مونده بود پیشم. خب چرا داری برشون میگردونی؟ نمیفهمم. نمیخوام هیچی از تو پیش من بمونه. رابطه ما تموم شده، نمیخوام ردی ازش بمونه. داری با هم شوخی میکنی؟ یه لحظه صبر کن ببینم. داری مسخره میکنی آیکو؟ من با اینا باید چیکار کنم؟ واقعا نمیفهمم. فکر کنم کاملا واضح حرف زدم. اگه میخوای میتونم واضح تر از اینم حرف بزنم. این کار تموم شد، رابطمون تمومه. میشه این مسخره بازی رو تمومش کنی؟ لطفاً بیشتر از این سختش نکن مرد. نمیخوام چیزی از تو توی زندگیم بمونه. یعنی وقتی که وسایلمو به هم برگردونی من کاملا از زندگیت خارج میشم؟ آره؟ این چیزیه که میخوای؟ من اینا رو چیکار کنم آیکو؟ واقعا نمیفهمم. اینا فقط یه سری خاطراتن. این اتفاقات بد باعث شد رو ما تأثیر خیلی بدی بذاره، ولی بهت اجازه نمیدم که رابطمونو به این راحتی و آسونی تمومش کنی. خیلی وقت پیش خراب شده مرد، تو اینو نمیبینی؟ این تصمیم منه، اینو قبول کن. باور کن اینطوری راحت تره. ممکنه به نظرت این راه درست باشه، ولی من اینطوری فکر نمی کنم. مرد بی خیال دیگه، تا اینجا بود، چیزی واسه موندن نمونده. تو اینو نمیبینی؟ در ضمن ما اولین زوجی نیستیم که جدا میشن. اگه همه عادت میکنن ما هم میکنیم. اگه فقط یه روز به عشق تو شک کرده باشم دیگه بی خیالت میشم آیکو. حتی پشت سرم هم نگاه نمیکنم. ولی اجازه نمیدم کسی ما رو از همدیگه جدا کنه. میفهمی؟ رابطه ما اینطوری تموم نمیشه. مرد دنیز؟ چی شده؟ تو چرا انقدر بیقراری؟ نه اینطور نیست، یکم خستم، تو اینطور برداشت کردی. دنیز جون، من از اونجا ساده لوح به نظر میرسم؟ یعنی مشخصه که یه چیزی شده. زود باش تعریف کن ببینم. به چنار زنگ زدم، سر کار بود. خب اینکه الا گوشی رو جواب داد. یعنی وقتی چنار پیشش نبود جواب داده، ولی وقتی چنار اومد گفت سرم شلوغه و قطع کرد. یعنی چرا دروغ بگم، یکم عجیبه. چه کاریه که نتونه دو دقیقه باهات حرف بزنه؟ اینو نفهمیدم. تازه آدم دو دقیقه با زنش حرف نمیزنه؟ نه درکش میکنم، سرش شلوغه و نتونسته حرف بزنه، چون مواقع برگزاری همایش خیلی شلوغ میشه. مشکلی هم نداره که با الا کار کنه، در نتیجه رابطهشون تو گذشته مونده. تو هم راست میگی، تو این وضعیت‌ها باید یکم خوشبین باشیم، همینطور نیست؟ ولی اگه من جای تو بودم اوضاع رو به هم میریختم. یعنی چی که با عشق سابقش کار کنه؟ اصلا من اینو درک نمیکنم. البته تو انسان با درک تری هستی. یعنی حرفات اگه راجع به کس دیگه ای بود حق داشتی، اما الان از چنار حرف میزنی. من بهش اعتماد دارم. پس اعتماد داری؟ چقدر خوب، یعنی دیگه مشکلی نیست، بگذاریم. خب عزیزم، من بیشتر از این وقت تو نمیگیرم، بعدن میبینمت.
میبینمت. بی کنار اعتماد داری. من اونو از تو بیشتر میشناسم و دوستش دارم، دنیز خانم ابله. دختری احمق. آسین، به کی داری میگی احمق؟ هیچ کس مامان. آسین، کسی ناراحتت کرده؟ باز چی شده؟ آی میگم که چیزی نیست مامان. اوف، منو ببین عزیزم، نکنه دنیز کاری کرده ها؟ اون با من میتونه چی کار بکنه مامان؟ چون میونش با چنار بده این روح تو خونه میگرده، رسمن انرژی آدمو میگیره. بازم میونشون به هم ریخته. باید به سردار زنگ بزنه. الو سردار، باید هرچه زودتر ببینمت. اویکو؟ سلام. سلام عزیزم، خونه میری؟ آره. این چیه؟ با مرت ملاقات کردم، خواستم هدیه هایی که واسم خریده رو پس بدم ولی نگرفت. تو جدی جدی از مرت جدا میشی؟ به نظر من الانش هم جدا شدیم ولی اون قبول نمی کنه. آفرین به پسره. اینطور نگو سلما، من که از خوشحالی این تصمیم رو نگرفتم. آسون نیست که آدم از عشقش جدا بشه سلما. عزیز دلم، این روزا میگذره، میبینی. خدا کنه اینطور که میگی بشه، ولی در آینده روزایی خوبی به نظر نمیرسه. سلام. سلام. خوب شد دیدم تویکا. اجاره داره نزدیک میشه، گفتم خبر بدم. دیر نمیشه نه؟ نگران نباشی، به موقعش پرداخت میکنی. انشالله دخترم. روز بخیر. روز بخیر. میبینی دیگه سلما، عشق و عاشقی واسه من حرومه. موقع اجاره خونه رسید و هیچی تو دست و بالمون نیست. پولی که تو خونه داریم کافی نیست. سلما باید فوراً کار پیدا کنم. اوف. دلارا، سنم رو دیدی؟ نه آقا مرت، امروز فکر نکنم بیان به خاطر اینکه مریضن. گفتی مریضه؟ فرار کن ببینم سنم خانم. بگذاریم، خسته نباشی. آقا مرت، بفرمایین. اینو لیلا خانم براتون گذاشته، باید رسیدگی بشه. باشه، خیلی ازت ممنونم. من چرا نگرانش میشم؟ یعنی چنار اصلا کاری نمی کنه که به رابطه ما آسیب بزنه؟ من الان چرا حسادت می کنم؟ یعنی یه عکس قدیمیه که لای کتاب جا مونده، خب چیز دیگه ای نیست. اوف، کافیه دیگه دنیز، تو به چنار اعتماد داری؟ بی خیال دیگه، بی خیال، بس کن. به نظرم اینقدر به موضوع عذرخواهی از چنار گیر نده. برای عذرخواهی رفتم پیش کسی که با نفرت به هم نگاه میکرد. نمیفهمی چه حالی داشتم. گاهی برای این که به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم، مجبوریم کاری که نمی‌خوایم و انجام بدیم سردار. عذرخواهی کردن توی عمارت دری رو به رود باز کرد که می‌تونی به نتیجه‌ای که می‌خوای برسی. نفهمیدم منظورت چیه؟ خب میونه دنیز و چنار به هم ریخته. حتی به صورت همدیگه نگام نمی‌کنن. تو ازدواج وقتی یه بار لغزشی به وجود بیاد، دیگه برگشتی وجود نداره. منظورت اینه که منتظر نباشم تا اونا از هم جدا بشن؟
منو ببین سردار، به نظرت من آدمیم که اتفاقاتو بسپارم دست زمان؟ شبیه آدمایی هستی که بدون دخالت کردن آروم نمیشینن. درست متوجه شدی سردار. دلیل این که کارا رو همونطور که میخوام پیش ببرم همینه. نتیجه رو بگو، از این به بعد چی کار کنی؟ تو کاری نمی کنی، من میکنم. روی دنیز چنان کار میکنم که بودو بودو بیاد سمت تو. ممکن نیست، اصلا غیر ممکنه. متوجهی؟ دنیز از من متنفره. اصلا هم اینطوری نیست. اگه ازت متنفر بود چرا شکایتشو پس گرفت؟ من از یکی متنفر باشم اون وقت دلم راضی نباشه تو زندان بپوسه؟ آخه این چه دلیل منطقیه سردار؟ نمیدونم، حرکات و رفتارش خیلی نامفهومه. ببین، دنیز تو این عمارت خوشحال نیست، با چنار اصلا خوشحال نیست. اون یه داستان خیالی رو باور کرده. کسی که اونو خوشحال میکنه تویی سردار. خیلی خوب باشه، از این به بعد چی کار کنی؟ منتظر خبر من باش. وقتی خبرت کردم بیا و از دنیز عذرخواهی کن. ولی واسه مصاحبه خبرم کردین، اما چرا الان دارین کنسل میکنین؟ فهمیدم، باشه. روز شما هم بخیر. اوف، فقط این مونده بود که اسممو بندازه تو لیست سیاه. اینم به بقیه پیوست. اوف. آی کجو؟ انگار خیلی ناراحتی، چیزی شده؟ آره. خب چرا؟ مگه چی شده؟ شرکتایی که واسه مصاحبه خبرم کردن یک سره کنسل میکنن. باش عزیزم، واسه این خودتون ناراحت نکن. این میشه اون یکی نمیشه، بی خیال، برش کن. کاریم نمیشه کرد، بی خیال بگذاریم. تو چی کار میکنی؟ کارا چطور پیش میره؟ نمیره وایکو، خیلی شلوغه. یعنی به هیچی نمیرسم. فردا لازمه باید برم یه نفر رو استخدام کنم. حتی باید برم زودتر این اطلاعیه رو بچسبونم. به نظرم تو اصلا اینو نچسبون. چرا؟ چون اونی که دنبالشی روبروته. تو؟ مطمئنی وایکو به عنوان کارکن سرویس میخوای کار کنی؟ آره؟ مگه چیه؟ توی یه مکانی که میشناسم و دوستش دارم کار میکنم، خیلی هم عالیه. یعنی نمیدونم آیکو، آخه تو میتونی کارهای دیگه یه هم انجام بدی. آزگار، من الان نه شخصیت کاری دارم نه کاری دارم، باید خیلی سری پول در بیارم. واسه همین اگه منو استخدام کنی خیلی ممنون میشم. آیکو، منم خوشحال میشم با تو کار کنم، ولی میدونی که این کار خیلی سخته. یعنی ممکنه از لحاظ فیزیکی خیلی بهت فشار بیاد، میدونی که. من از پسش برمیام، نگران نباش. ساعت کاریش هم زیاده. چیزی نیست اوزگار، من ساعتهای کاری زیادی دیدم. ولی اوزگار، سعی نکن منو از سرت وا کنی. منو استخدام میکنی یا نه؟ اینو بگو. آیکو، من اصلا دلم راضی نیست. اوزگار، اون مصاحبه‌ای که رد شدم اولین رد شدن من نبود. لیلا خانوم به همه خونه‌های مد خبر داده. هیچ کس منو استخدام نمی‌کنه. در این صورت مجبورم پیش کسی که نمی‌شناسم کاری که دوست ندارم و انجام بدم. ولی اینجا واسه من بهترین انتخابه. لطفاً منو استخدام می‌کنی؟ والا بازم دلم راضی نیست هویکو. ولی مبارکت باشه. خیلی ممنونم. بارش جونم داداش، آیکو خانومو تو آشپزخونه همراهی کن، کارمند جدیدمون رو پیدا کردیم. باشه، بفرمایین خانم آیکو. ها،
بله اوزگار. الو مرت، برات یه خبر خیلی مهم دارم. آیکو رو استخدام کردم. یعنی چی؟ یعنی قراره از این به بعد تو رستوران تو کار کنه؟ آره، از این به بعد به عنوان کارمند من توی رستوران من کار میکنه. خب الان آیکو اونجاست؟ آره، همین طرفا بود. خب از تو چه خبر، چی کارا میکنی؟ از طرف لیلا خانم هیچ مشکلی نیست. به خاطر لباسای گم شده آیکو رو مقصر میدونی. خب با توجه به این که لیلا خانم یه مقصر پیدا کرده، قشنگ خیالش راحت شده. که مرت هم لازمه باور کنه. برای این یه فرصت فوق‌العاده پیش اومده. چی هست؟ وقتی تو دفتر صحبت میکردن شنیدم. آیکو همه جا دنبال کار میگرده، ولی لیلا خانم چون با بقیه صحبت کرده بهش کار نمیدن. یعنی میگم یه خیری پیدا بشه کمک کنه تا بتونه کار پیدا کنه. که اینطور؟ خب میشه اینطوری ما هم یه ثوابی بکنیم دیگه، نه؟ شماره دختره رو بده. سوزان. بله آهو خانم. دنیز رو ندیدی؟ توی اتاقشه. باشه. میشه بیام تو؟ البته بفرمایین. میشه با هم دیگه یکم صحبت کنیم؟ نظرت چیه؟ میشه بفرمایین آهو خانم. میدونی سکوتت خیلی منو نگران میکنه دنیز. من دارم میبینم که ناراحتی تو میریزی تو خودت. نمیخوام حرفمو بد برداشت کنی دنیز. به خاطر سردار میونت با چنار به هم ریخته، نه؟ نه، یعنی همچین چیزی نشده. دنیز جون، نیازی نیست از من خجالت بکشی. لطفاً منو همراز و رفیق خودت بدون عزیزم. میتونی همه چیزو به من بگی؟ نه آهو خانم، چیز مهمی نیست. یعنی اگه بود بهتون میگفتم. پس میگی چیز مهمی نیست، نه؟ باشه، میخوام طوری حرف بزنم که انگار هست و تو هم گوش بده. قبوله دنیز؟ قبوله. چنار برای مراسم پروژه میره خارج از شهر. وقتی هم فاصله بینتون بیفته از همدیگه خیلی دور میشین. من میگم برای چنار یه سورپرایز با مزه آماده کن. هم دلشو به دست میاری، هم میونتون خوب میشه. البته نظر خودت مهمتره. آهو خانم شما چقدر باهوشین. خیلی ازتون ممنونم. چیزه، ببخشین من شما رو. باشه باشه، مهم نیست. من الان میرم به آستین خبر میدم، تو هم سریع حاضر شو. بعدش هم با هم دیگه میریم میگردیم. نمیشه من نیام؟ آه مگه میشه؟ دلخور میشم. یکم هوا بخوریم عزیزم، همش تو اتاق زندونی. زود باش آماده شو. باشه. اینا تو مغزت فرو کن. اون پسر برادر منه. چنار برادرزاده تنی منه. پسر عموی توه. حالا فهمیدی چرا ازش محافظت میکنم؟ حالا فهمیدی چرا بین شما گیر کردم؟ ما حرکت میکنیم. تو هم همونطوری که گفتم آماده باش. موقعی که پیامو فرستادم فوراً بیا پیشم. این زن سعی داره منو رو انگوشش بچرخونه، ولی این بار این اجازه رو بهش نمیدم. میرم جایی که گفت. باز دنیز عذر خواهی میکنم. زود باش گنجشک کوچولو، آماده شو، میخواییم بریم بیرون. کجا میریم؟ من و تو و دنیز میریم یه گردش دخترونه. مامان، نکنه تو عقلتو از دست دادی؟ با مادرت درست صحبت کن دختر.
مامان تو داری میگی با دنیز میریم بیرون. من داخل خونه اون دختر رو نمیتونم تحمل کنم. چرا باهاش برم بیرون؟ نمیام. عمرن بیا. آسین، کشش نده. زود باش حاضر شو. آی مامان. آسین، اگه میگم میریم باید بریم. الان نمیتونم نوسبازیای تو رو تحمل کنم. فوراً حاضر شو. اوف، باشه. مامان، یه چیزی میپرسم. یه هایی بیرون رفتن با دنیز از کجا به ذهنت رسید؟ نکنه تو نقشه‌ای داری؟ این حرفا چیه میزنی؟ زود باش حاضر شو. باز چه نقشه‌ای داری آهو سلطان؟ این کیه؟ بله؟ سلام، با آیکو خانم صحبت میکنم؟ بله، بفرمایین. آیکو خانم، از شرکت جیلان تماس میگیرم. ممکنه قبلا این اسمو شنیده باشید. یه شرکت تازه تأسیس هستیم. برای بخش طراحی میخواییم با آتون صحبت کنیم. برای شما مناسبه؟ مناسبه البته خانم. خب کی میخواییم ملاقات کنیم؟ اگه ممکنه الان فورن. باشه باشه، من فورن میام. میشه آدرسو بگین؟ آره، اونجا رو بلدم. باشه باشه، من نیم ساعت دیگه میام. خیلی ممنونم، روز بخیر. اوزگار، اوزگار. چی شد اویکو؟ از یه شرکت منو واسه مصاحبه خواستن. یعنی از روز اول بده، ولی میتونم برم اوزگار؟ اویکو، به عنوان دوستت ازت خواهش نمی کنم. به عنوان رئیس دستور میدم فوراً بری اونجا. تو خیلی خوبی اوزگار. احساس میکنم این کار میشه، چون خودشون منو پیدا کردن. خیلی هیجان زدم، برام دعا کن. باشه، بهتره بیشتر از این دیر نکنی. برو دعام همراهته. زود باش دیگه. باشه، خیلی ممنونم. زود باش ببینم. فعلا میبینم. فعلا. خسته نباشی. چه خبر داداش؟ از سلامتی هستم. سلامتی. اویکو کجاست؟ الان رفت. لعنت به این شانس. فکر میکنم از یه جایی بهش زنگ زدن، اونم با هیجان از اینجا رفت. پس بگو، بازم نتونستم گیرش بیارم. والا همینطوری شد. این وضعیت شما چطور میشه مهر؟ هیچ نظری ندارم اوزگار. بگذاریم، من میرم. اویکو که اومد به هم خبر بده. باشه باشه، نگران نباش، اون کار با من. فعلا. به امید دیدو. آه، یکم انرژی داشته باشین. ناسلامتی میخواییم بریم بگردیم. تازه شماها جوونم هستین. مامان، چیزایی که ما تجربه کردیم و خیلی از جوونا تجربه نمی کنن. منم میدونم عزیزم، ماجرای سختی رو پشت سر گذاشتین، ولی همش مال گذشته است. سعی کنین دیگه بهش فکر نکنین. مگه نه دنیز جون؟ آره همینطوره. آها، همینطوری لبخند بزنین. اینطوری زیباتر به نظر میرسین. سوزان، ما داریم میریم رستوران اوزگور. اگه کسی پرسید بگو ما میشه. چشماهو خانم، انگار جای دیگه ای رستوران نیست. داداش طرف ما رو دزدیدا. کم قور بزن آسین. میشنوم عمو جون. کجایی پسر؟ یه سر رفته بودم پیش اوزگار، الان اومدم بیرون. چیزی شده؟ نه مشکلی نیست. با الهی یکم کار میکردیم ولی خسته شدم. میخوام بزنم بیرون، پایه یه برنامه بچینیم. البته که میشه، یکم هم صحبت میکنیم، درد و دل میکنیم. کجایی؟ خیلی خب، باشه میام میبینمت. خدافظ. زود باش اویکو،
تو میتونی، تو موفق میشی. البته وقتی که درست شد بهتون اطلاع میدم. روز بخیر. یعنی اینجا دفترشونه؟ بفرمایید، خوش اومدید. سلام، من اویکو ایلمازم، تلفنی حرف زدیم. خوش اومدید اویکو خانم. ببخشید چون تازه اسباب کشی کردیم هنوز دفتر رو دکور نکردیم. بفرمایید لطفاً بشینید. این چه حرفیه، خواهش میکنم. خودم حد زده بودم. شما منتظر بمونین، من خبر بدم که اومدید. باشه، منتظرم. اگه اینجا دکور بشه خیلی قشنگ میشه. منم خیلی خوب کار میکنم. خدایا انشالله کارو بگیرم. دخترمون اینه. اینه. نوش جونتون. سلام اسکار جون. خوش اومدین. ممنونم عزیزم. ممنون اسکار. دنیز، به خاطر اتفاقایی که افتاد متاسفم. کار داداشم قابل بخشش نیست. ولی اینو بهت بگم که اصلا خبر نداشتم که داداشم بخواد همچین کاری انجام بده. میدونم اسکار، این موضوع ربطی به تو نداشت. یعنی مشکلی نیست؟ نه نه، نگران نباش. آیی حوصله‌مو سر بردین. شماها چرا انقدر آرومی؟ ببینین اینجا یه زنی هست که از گرسنگی داره میبیره. ولی میدونید که ما چیز زیادی برای خوردن نداریم. اشکالی نداره، قهوهاتونم خیلی خوبه. باشه، پس شما رو ببرم به زیباترین میز اینجا. بفرمایید، کنار پنجره است. ممنونم. بفرم باز اینجا. الان برمیگردم. بگم شیرینی هم بیارن، حالمون بهتر میشه دخترا. نظرتون چیه؟ یه مادری دارم که باور داره شیرینی تمام مشکلاتو حل میکنه. چقدر شیرینه مگه نه؟ اینطوری نکن دنیز. زود باش لبخند بزن، یکم خودتو جمع و جور کن. چی کار کنم آهو خانم؟ بعد از اون همه اتفاقا وقتی میبینم چنار ازم ناراحته نمیتونم خوشحال باشم. من خیلی دوستش دارم، نمیخوام ازم ناراحت باشه. خیلی دوستش داره. تو دوست داشتنم بلد نیستی ابله. راجع به اینو حرف زدیم دنیز جون. بین زن و شوهر پیش میاد، بعدش هم فراموش میشه. نگران نباش، همه این مشکلاتو پشت سر گذاشتن. خودتو ناراحت نکن. در اصل شما راست میگی، اینا چیزی نیست. بذار سردارم بیاد، بمب اصلی اون موقع میترکه. خیلی خوب، میشه یکم بهت حق داد. بعد از این همچین اتفاقاتی شکایتشو پس گرفته، تو هم عصبانی شدی. من فقط عصبی نشدم، باورم نشد. نمیفهمم دنیز چطور همچین کاری میکنه. مشخصه که اشتباه کرده. برای اینکه اوضاع هم بیشتر از این به هم نریزه شکایتشو پس گرفته. به نظرم یکم اغراق میکنی. اینطور فکر میکنی؟ البته نظر من اینه. بیچاره خودت میگی که خیلی ناراحت شده. نه واقعا ناراحت شد. برای اینکه خواسته این دلخوری تموم بشه سعی کرده باهات صحبت کنه. ولی تو چی کار کردی؟ جلوی دختره دیوار کشیدی. من تحت تأثیر اون اتفاق بودم، حتی حال صحبت کردنم نداشتم. به نظرم باید صحبت کنی، اما یعنی حداقل اجازه بده اون خودشو تعریف کنه. درست نمیگم؟ در نتیجه شما افرادی هستین که همدیگر رو درک میکنین. مطمئن باشم اینطوری. انگار تو درست میگی. البته که درست میگم. کلی سعی کرد با هم حرف بزنه، ولی من حتی اجازه ندادم حرفاشو بزنه. ببین اگه تو اینطوری ادامه بدی این موضوع کش پیدا میکنه. حیف زمانی که دارین از دست میدین. من دارم میبینم که شما چقدر همدیگر رو دوست دارین و خیلی هم به هم میایین. صحبت کن، این موضوع رو حل کن، اما لطفاً باور منو به این پایانای خوش خدشه دار نکن. میدونی بهترین راه چیه؟ اینکه زنگ بزنه. همینه. ببین من حتی به عشقم هم نمیرسم، تو حداقل داری با عشقت صحبت میکنی. چی از این بهتر؟
دنیز، من آرایشم رو تازه میکنم، میشه با من بیای؟ باشه میام. الو، چنار جون، منم آهو. دنیز الان حالش خوب نیست، رفته دستشویی. کجایید؟ خونه اید؟ نه، خونه نیستیم. گفتم با دنیز و آسین بیاییم هواخوری، تو کافه اوزگوریم. میخوای تو هم بیای اینجا؟ باشه میام. باشه عزیزم، میبینمت. میخوای بری؟ اول یه سر به شرکت میزنم، بعد از اونجا میرم پیش دنیز. خوبه، حله. میبینمت. میبینمت. زود باش دیگه، بهتره بری این موضوع رو جمع کنی. ممنون داداش، دمت گرم. نه منتظرن، من برم. متاسفانه ملاقاتتون کنسل شده. یعنی چی؟ کس دیگه رو به جای شما استخدام کردن. باشه، ولی من حتی به شما درخواست استخدامم نداده بودم، شما خودتون به من زنگ زدی. حالا که کسی دیگه رو استخدام میکردین چرا منو خواستین؟ متاسفم ولی کاری از دستم بر نمیاد. البته از شما بر نمیاد، من به رئیسای بی ادبتون میگم. بفرمایید، من شما رو بدرقه کنم. زحمت نکش، من راهو بلدم. خسته نباشی. ممنونم. بهتری؟ خوبم. خوبم، ولی میشه امروز کارامو از خونه ادامه بدم؟ ها؟ البته که میشه، کاری داری؟ آره، یه کاری پیش اومد. هر طور که تو بخوای، کارا زیاد نمونده، یعنی حلش میکنم. ممنون که درکم میکنی. خواهش میکنم، من چند تا کارم مونده، اونا رو حل میکنم و میرم. پس من پرونده پروژه رو با خودم میبرم. میبینمت. میبینمت. حالا که واسه کارهای شخصی میتونیم وقت بذاریم. خیلی دلم برا تنگ شده. منم واسه کارهای شخصی وقت میذارم. نوش جونتون. ممنونم اسکار جون. ببینم چیز دیگه ای نیاز نداری؟ نه عزیزم، خیلی ممنونم، همه چیز مثل همیشه خیلی عالی بود. اما من دستور پخت این کیکو حتما ازت میخوام، عاشقش شدم. چشم، حتما به آشپز میگم بهتون خبر میدم. عالی میشه، تا با آسین بریم بپرسیم. زود باش آسین جون، با هم بریم بپرسیم. به من چه آخه؟ آسین جون، تو هم یه دستور پخت کیک تو دفترت می‌نویسی دیگه، باید همون درست می‌کنی. منو غذا درست کردن؟ مامان ممکنه منو با یه دختر دیگه‌ت که ازش خبر ندارم قاطی کرده باشی. آسین جون مزخرف نگو دیگه، میتونی با ازگرم حرف بزنی، مگه با همدیگه دوست نیستین؟ زود باش. یعنی میشه خیلی وقت با هم حرف نزنیم؟ اینجا میتونیم صحبت کنیم. آسین جون، من و دنیز متأهلیم، شما جوانین و مجرد، آخه حرفای ما به دردتون نمیخوره. خب برین با هم دیگه حرف بزنین عزیزم، مگه نه؟ مگه نه دنیز جون؟ یعنی البته اگه اینطور میخوان. میخوان. باشه، پس برم دستور پخت کیک بگیرم، بعد توی سایت آشپزی با آسین پخشش میکنم. اویکو عزیزم، اومدم بهت سر بزنم. چطوری، خوبی؟ نه خوبم و نه بدم.
خب تعریف کن جون، به لبم نکن. بیا بریم داخل، برات تعریف میکنم. سلام خاله آیسل. خوش اومدی دخترم. ممنونم. مامان جون، من کار پیدا کردم. میتونم اجاره خونه رو بدم. دیگه لازم نیست انقدر کار کنی مامان. بیا ما بریم اتاقت. خسته نباشی خاله آیسل جون. ممنونم دخترم. میبینی نه سلما، حتی به صورتم نگاه نمی کنه. بی خیال، تو بهش کاری نداشته باش دختر، هرچی باشه درست میشه. ببین چه قشنگ شروع به کار کردی، همه چه خوب میشه. یکم واسه اون خوشحال شدم، اما اونم چیزی نیست، از هیچی بهتره. آی آیکو، درست حسابی تعریف کن دیگه. امروز به هم از یه شرکت زنگ زدن، رزومه منو از یه جا پیدا کردن، نمیدونم از کجا. حالا خب خلاصه رفتم واسه مصاحبه، یعنی کلا نیم ساعت نگذشت یکی دیگر رو استخدام کردن. باورت میشه سلما؟ آه همچین چیز مسخره‌ای مگه ممکنه؟ رسماً مسخرم کردن. توی این مدت کوتاه با کی ملاقات کردن که استخدامم شده؟ به نظر منم همینطوره. حتماً یه کلکی تو کارشونه، حتماً یه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. نمیدونم، البته ممکنه. خب ولی گفتی شروع به کار کردم، دروغ گفتی؟ نه واقعا شروع به کار کردم. کجا؟ تو رستوران اوزگار گارسونی میکنم. چی؟ سلام دنیز. فورا از اینجا گم شو. سردار، بدون اینکه خجالت بکشی میای پیش ما؟ دنیز میشه چند لحظه با هم حرف بزنیم؟ من هیچ حرفی با تو ندارم، فقط میخوام عذرخواهی کنم، لطفاً به هم گوش بده. من دارم میرم. دنیز به من دست نزن. باشه آروم باش، نیت بدی ندارم. ببین خواهش میکنم فقط 5 دقیقه فرصت بده، باشه؟ اگه میخوای حتی به صورتم نگاه نکن، ولی خواهش میکنم اجازه بده برای بار آخر صحبت کن. مشخصه تو حرف نزنه جایی نمیره، ولی بعدش زودتر از اینجا برو. باشه سردار؟ باشه آهو خانم، ولی نمیخوام با این آدم حرف بزنم یا به حرفاش گوش بدم. نگران نباش عزیزم، من کنارتم، نمیذارم اذیتت کنه. دنیز جون اگه دیدیم نمیخواد بره، اون وقت مثل خودش رفتار میکنیم. نگران نباش عزیزم. دنیز من فقط 2 دقیقه از وقت تو میگیرم، لطفاً بهم گوش بده. سردار ببین، فقط 2 دقیقه وقت داری، اگه 2 دقیقه بگذره و نری واقعا من ازت شکایت میکنم. فهمیدی؟ مطمئن باش این کارو میکنم. باشه قول میدم. یعنی چی؟ کاری که پیدا کردی همین بود؟ آره همین بود. تو الان پیش اوزگار به عنوان گارسون کار میکنی؟ آره سلما، مگه چیه؟ یه کار نرماله دیگه. اون درسته، ولی کار تو یه چیز دیگه است. یعنی وقتی شنیدم یکم تعجب کردم. چی کار کنم سلما؟ کار دیگه ای بود انجام بدم. اینم درسته. وقتی اجاره نزدیک شده میدونی که مامانم چقدر میتونه اینطوری ادامه بده. حق داری، یعنی چیزی ندارم بگم. کاری نمیشه کرد، حداقل اوزگار یه رئیس عادله، عین لیلا خانوم نیست، حداقل اذیت نمیشم. خب موضوع مرد چی میشه؟ موضوع به مرد چه ربطی داره؟ یارو تقریبا همیشه همونجاست، هر روز همدیگر رو میبینین. یعنی هر روز همو میبینیم؟
جدی؟ آره. عادت میکنم به این که وقتی دیدمش هیجان زده نشم، به این که وقتی دیدمش عادی رفتار کنم. کاری نمیشه کرد سلما، سعی میکنم اونو فراموش کنم. اویکو، تو مطمئنی که میخوای از مرد جدا بشی؟ مطمئنم، چون درست ترین راه همینه. لباسو خیلی خوشگلن. کی میتونه باشه؟ ببخشید. بله؟ الو، لیلا خانم روزتون بخیر. خانم، من محمود شاهینم، رئیس شرکت مودی که تازه تأسیس شده. لیلا خانم، میخواستم حتما با شما یه دیداری داشته باشم، موضوع مهمیه و اگه وقت داشتین میشه قرار ملاقات داشته باشیم؟ عرض کنم که خیلی مهمه. راجب چی هست؟ میشه لطفا بگی؟ خب خانم، من و شما با همدیگه همکاریم، باید همدیگه رو ببینیم یه بار. چنار، ببین این گلا چقدر خوشگلن. نه قرمزا رو میگی؟ آه نه، اونا هم خوشگلن، ولی من بابونه ها رو میگم. بابونه؟ حالا چرا بابونه؟ چون خیلی ظریف و معصوم به نظر میرسن، ولی علاوه بر زیباییشون قوی هستن و همه جا سبز میشن، یعنی کاری که دلشون میخواد انجام میدن. ببخشید. بفرمایید. میشه یه دسته از این گلای ظریف و معصوم بهمون بدین؟ ورژن گل عشق. چنار. این موضوع رو حل میکنیم دنیز، از پس همه مشکلات برمیاییم. ببینم کجای عشق، منتظر تو هم. میام عزیز دلم، تو راهم. دیر نکنی یا باشه، خیلی دلم برات تنگ شده. منم دلم واسه تنگ شده عشقم، یکم دیگه پیشتم، منتظرم باشه. منتظرتم. حالا که تو راهی عشقم، میخوام نقشمو اجرا کنم. ببینم وقتی کارای شوهرتو میفهمی میخوای چی کار کنی. اجازه بده. مامان، این یارو اینجا چی کار میکنه؟ من چه میدونم؟ کار توه مگه نه؟ همه چی رو از چشم من نبین. خب سردار، حالا حرفاتو بگو ببینم، میشنوم. من متوجهم که تو رو خیلی ترسوندم و میبینم که هنوزم از من میترسی، ولی لازم نیست بترسی. ببین، من فهمیدم عشق گاهی میتونه آدم ها رو کور کنه، میتونه مانع این بشه که واقعیت ها رو ببینی. دنیز، ببین، من یه رویا رو باور کردم، فکر کردم شاید با من خوشحال بشی و خواستم نجاتت بدم. تو چرا فکر میکنی من ناراحتم سردار؟ من که بارها بهت گفتم، مگه نه؟ گفتم من چنار رو دوست دارم، بارها بهت گفتم من عاشق چنارم سردار. ببین، مشکل من خوشبخت شدن یا بدبخت شدن نیست، من میخوام با چنار باشم. حق داری، درکت میکنم. به خاطر بلاهایی که سرت آوردم واقعا معذرت میخوام دنیز، ولی باور کن هیچ نیت بدی نداشتم. بهت قول میدم که دیگه هرگز مزاحمت نشم، هرگز.
مامان؟ مامان کجا میری؟ زود برمیگردم. آهو خانوم. راجب چی میخواستید با هم صحبت کنید؟ لیلا خانم، این موضوعی نیست که بتونیم پشت تلفن حلش کنیم. این موضوعی که باید رو در رو با هم ملاقات کنیم. موضوع خیلی مهمیه. باشه فوراً میام. آدرسو بفرستید. باشه، من فوراً براتون آدرسو میفرستم. بله. بله بله خانم، منتظرتون هستم. خدا نگهدار. میاد؟ مگه میشه نیاد؟ تو زود باش برو دیگه. منتظر خبر من باش. باشه. محمود، لطمه زدن به فهمی رو از لیلا شروع میکنی. برای این باید اعتماد لیلا رو به دست بیاری. نقشت چیه؟ سلام خانم، خسته نباشی. سلام، روز بخیر. روز بخیر. یه دسته گل میخوام. بی زحمت یه دسته گل بابونه. اینا لباسایی هستن که گم شده بودن. این لباسا پیش شما چی کار میکنن؟ شما کی هستید؟ لیلا خانم، شما یکم آروم باشین، لطفاً بشینین. به سوالم جواب بدید. به همه سوالاتون جواب میدم، ولی شما اول بشینین. لطفاً بفرمایین. بفرمایین. خیلی خوب، گوش میدم. خب لیلا خانم، اینجوری بگم که ما این شرکت رو تازه تأسیس کردیم، یعنی یه شرکت مد تازه واردیم. خب همونطوری که میبینین حتی دفترم نتونستیم که درست آماده کنیم. خب یه چیزی میخوایم که مطابق با دنیای مد باشه، ولی دیگه همینقدر تونستن همکارا که تدارک ببینن. خب به نظرم شما از دکوراسیون و این چیزا سردر میارین دیگه، نه؟ آقا محمود، داشتید از لباسا میگفتید. آره آره، ببخشین، شما حق دارین. آره خیلی معذرت میخوام. من بعضی وقتا میدونین یکم زیاد حرف میزنم، حواسم پرت میشه. برید سر اصل مطلب. آها آره، برگردیم به اصل موضوع. خب قضیه از این قراره که یکی از کارگرای شما اومده بود با کارگر ما ملاقات بکنه. البته کارگر ما خیلی آدم بیشوری هم بود، واقعا ببخشید. خب قضیه از این قراره که اومده بود برای خرید چند تا لباس و این چیزا. خب ولی شما میدونین من آدم با اخلاقی هستم، اصلا موافق اینجور قضایا نیستم، خوشم نمیاد. خب چرا قبلا به هم خبر ندادید؟ خب نه دیگه. خب میدونین چیزه، من موضوع رو تازه فهمیدم و اون کارگرم فوراً اخراجش کردم. رفتم به شما زنگ زدم. خب باور کنین در مقابل شما خیلی شرمنده شدیم. خب شما میتونین فوراً لباساتون رو تحویل بگیرین. کی اون لباسا رو به شما فروخته؟ کسی که فروخته، باور کنین اسم و ایناشو نمیدونم، ولی توی این دوربینای امنیتی ما بررسی کردیم و دیدیم. بفرمایین. یه لحظه. بله بفرمایین. آها بفرمایین ببینین. اویکو؟ دو دقیقه تموم شد. منو بخشیدی دنیز؟ نه،
من نبخشیدمت سردار. بخشیدن تو انقدر هم که فکر میکنی آسون نیست. تو راست میگی، درکت میکنم، ولی حداقل امروز نشد، یه روز دیگه میخوام بدونم که منو بخشیدی.